گفته حد کسره یک به اضافه کوسینوس x تقسیم بر یک به اضافه کوسینوس 3x وقتی x به سمت پی کداست. من میام اینو نگاه میکنم میگم ای بابا اینم جایگذاری کنیم صفر صفرمه. تنارایی که بلدیم هوپیتال. هوپیتال چی بود؟ مشتق صورت به مشتق مخرج. من الان میخوام مشتق صورت رو بگیرم. مشتق صورت و مخرج جداگونه. قشنگ نگاه، اول مشتق صورت منفی سینوس. آقا اون یکه چی میشه؟ اون که عدد دیگه، مشتق صفره. کوسینوس هم که میشه منفی سینوس. پایین یک عدد هیچ، کوسینوس به توان سه. روی یه مثال قبلا توضیح دادم، اینجا دیگه به صورت عملی میخوام برای توضیح بدم. ببین کوسینوس به توان سه، بذار اینجوری از تو بپرسم، الان یکی به تو بگه مشتق x به توان سه چی میشه، چی جواب میدی؟ 3x2 باریکن. یعنی چیکار کردی؟ توان آوردی پشت، یه دونه از توانش کم کرد. اینم الان هست کوسینوس به توان سه. پس اول سه رو میارم پشتش، یه دونه از توانش کم میکنم، یعنی این سه یه دونه از توانش کم کن. حالا بعد از اون سه غیر از اون دیگه چی رو میبینی؟ داری کوسینوس میبینی. مشتق کوسینوس چی میشد؟ باریکشالله منفی سینوس. چه اتفاقی میفته؟ منفی سینوس تو بالا و پایین با هم ساده میشه. حالا به جای x پی بذار، کوسینوس پی میشه منفی یک، به توان دو میشه چند؟ یک. یه سم داریم، یعنی جواب میشه یک سوم. دیدی مشتق گیری رو؟ یعنی من نگاه میکنم پله پله مشتق میگیرم، فرمول خاصی حالت نیستم، میگم آها توان پنج مثلا، پنج رو بیار پشت، یه دونه از توان کم کن بشه چهار، بعد برو بقیه رو شروع کن به ترتیب مشتق گرفتن، که حالا اینو تو فیلم فرمول های مشتق بهتر یادتون میدیم و کامل تر یادتون میدیم. 20 تا سوال با همونجا حل میکنیم. سوال بعدی گفته حد عبارت دو به اضافه دو تا کوسینوس 4 پی ایکس تقسیم بر 4 ایکس به یک به توان دو وقتی که ایکس به سمت یک چهارم کداست؟ دانش آموز میاد این سوال رو نگاه میکنه میگه خب آقا این حد رو خواسته، جایگذاری کنیم صفر صفر. تنارایی که بلدیم هوپیتال. هوپیتال چی بود؟ مشتق صورت به مشتق مخرج. قشنگ دقت کن، توی صورت این دویی که داره جمع میشه که هیچ نقشی نداره، اما این دویی که ضریب کوسینوس تو مشتق سر جاش میمونه ها، حواستو جمع کن نگاه کن. یعنی اینجا رو کامل توضیح بدم، فرمول آوردم که توضیح بدم بهت. این دو سر جاش مونده، کوسینوس مشتقش چی میشد؟ منفی سینوس. اینم اینه ها، این کمان کوسینوس 4 پی ایکس مشتقش میشه 4 پی، مشتق 2 ایکس 2، مشتق 3 ایکس 3، 4 ایکس 4، 4 پی ایکس 4 پی. توی مخرج چی؟ باز ببین این تواندارا داریم، گفتم اول توان رو بنده پشتش، این دوه اومده، بعد یه دونه توانش کم کن 4x منهای 1، بعد برو مشتق بقیه رو بگیر، مشتق اون زیر چند میشه؟ 4. اما متاسفانه وقتی 1 4 رو بذاریم دوباره میشه 0 0، پس دوباره باید هوپیتال بگیریم. من اینجا عمدن اینها رو ساده نکردم که تو ببینی ضریب توی مشتق سر جاش میمونه. یعنی هوپیتال دوممون رو نگاه بکن، این دو که ضریب سر جاش مونده دو، یه منفی سینوس داره، مشتق سینوس چی میشد؟ باریکلا کوسینوس، منفیش هم سر جاش، کمانش 4 پی ایکس، مشتقش چی میشه؟ 4 پی. اما بچه ها این 4 پی که این بیرون هست و ضریبه سر جاش میمونه، حواست باشه ضریب توی مشتق سر جاش میمونه. حالا مشتق پایین رو ببین، دو ضریبه میمونه، 4x به منهای 1 میشه چند؟ 4. اینم که 4 ضریبه و سر جاش میمونه. خب x به سمت 1 چهارم شده این، حالا کافیه فقط 1 چهارم رو جایگذاری کنیم، تنها چیزی که باید جایگذاری کنیم اینجاست، میشه کوسینوس پی. کوسینوس پی چنده؟ منفی 1، با منفی پشتش میره. پس اگر سادهش بکنیم جواب میشه پی به توان 2. پس توجه کنید توی این عباراتی که دوبار میخوایم هوپیتال بگیریم معمولا یه سری ضریب ایجاد میشه، ضریبا تو مشتق سر جاشون هستن، میمونن و تغییری نمیکنن. سوال بعد سوال قشنگی، گفته اگر f 2x به اضافه 3 مساوی 3x به اضافه x منهای 2 تقسیم بر 1 منهای x2 باشد، حاصل لیمیت fx x به سمت 1 کدام است؟ من میام اینو نگاه میکنم میبینم این داده مسئله است، این خواستش،
بچه ها وقتی لیمیت اف ایکس ایکس به سمت یک رو میخواد، من یک رو بذارم جای این ایکس میشه اف یک. به عبارت دیگه اینجوری بگم، ما باید یک کاری کنیم توی این پرانتزه بشه یک. اون چیزی که ما داریم توی پرانتزش دو ایکس به اضافه سه داریم. پس اول از همه میگم ببینم کجا دو ایکس به اضافه سه میشه یک. چرا؟ چون میخوام توی اون پرانتزه بشه یک. از اینجا x میشه منفی یک. به عبارت دیگه وقتی که من لیمیت f x x به سمت یک رو میخوام، انگار توی این عبارت x باید به سمت چند باشه؟ منفی یک. چی شد؟ یه بار دیگه من دوست دارم توی این پرانتزه بشه یک. چرا؟ چون این یک رو بزنم تو میشه یک. اومدم گفتم 2x به اضافه 3 پس باید بشه 1، پس x شد منفی 1. یعنی من وقتی لیمیت f x x به سمت 1 رو میخوام، انگار باید تو f 2x به اضافه 3 به جای x هم چند بذارم؟ منفی 1. حالا که منفی 1 رو جایگذاری میکنم تو این عبارت، با یک عبارت 0 0 مواجه میشم. صفر صفرم چی بلدی براش؟ هوپیتال. چی بود هوپیتال؟ مشتق صورت به مشتق مخرج. دیگه از این مشتق گیری آسون تر داریم؟ خب بگیر مشتقشو، میشه 6x به اضافه 1 پایین منفی 2x. بیا منفی 1 رو جایگذاری کن، بالا میشه منهای 5، پایین میشه 2 و سوال حل میشه. کل قشنگی این سوال به این بود که f یه چیزی رو داده، fx رو میخواد، نه یا اون تو رو تی بگیری، نمیدونم تابت رو تشکیل بدی، این کار رو نکن. اینی که من میگم رو انجام بده. ببین اگه این ایکس رو جایی گذاری کنی توی این پرانتزه چی باید بشه؟ میخواد بشه دو، دو ایکس بذار سر بذار دو. میخواد بشه ده، دو ایکس بذار سر بذار ده. هرچی این تو شد اون عبارت اون داخل رو برابر اون قرار بده، بعد ایکسش رو به دست بیار. حله؟ بریم سوال بعدی. گفته حد کسر رادیکال x منهای رادیکال a به ضرب رادیکال x منهای a تقسیم بر رادیکال x منهای a. اگر x به سمت a بیشتر کدام است؟ a مثبته. چرا؟ چون زیر رادیکال. برای حل این سوال اول یه نکته قشنگ داریم. گفته اگر عبارت زیر رادیکال صفر شد، ابتدا ساده میکنیم بعد هوپیتال میگیریم. چرا؟ الان ببین شما این a رو بذاری زیر این رادیکال، زیر این رادیکال صفر میشه. پس بنابر این توی این سوال اولش همون اول هوپیتال نمیگیریم، اول سادهش میگیم بعد هوپیتال میگیریم. نگاه کنید این داده ای مسئله. برای ساده سادی من میام تفکیکش میکنم. چطوری؟ ببینید یه بار رادیکال x منهای رادیکال a رو به این تقسیم میکنم، یه بار رادیکال x منهای a رو به این تقسیم میکنم. تو این اولی من اگر a رو بذارم میشه 0 0 رو. این دومی هم که با هم ساده میشن میشه 1. پس بنابراین این حد که حاصلش معلومه، این حتما 1ه. میمونه فقط اون یکی که چیه بچه ها؟ صفر صفرمه باریکلا. پس فقط کافیه که من بیام این دومیه رو رفع ابهام کنم. چه رفع ابهامی براش کلن بلدم؟ فقط هوپیتال. هوپیتال چی بود؟ مشتق صورت به مشتق مخرج. پس من میام مشتق صورت به مشتق مخرج رو میگرم، اون یکی هم که یک سر جاش هست. اگر اینو سادش بکنیم، دور در دور نزدیک نزدیک میشه این. حالا آ رو جایگذاری کن، آ رو که جایگذاری کنی صورت صفر میشه، پس حاصلش میشه صفر. صفر با یک جمع بشه جواب چند میشه؟ یک. سوال بعدی گفته حد تابع اف ایکس مساوی 1 به اضافه ایکس به توان 11 به اضافه 1 به اضافه ایکس به توان 10 منهای 21 ایکس منهای 2 روی ایکس 2 وقتی که ایکس به سمت صفر چقدر میشه؟ ببینین شما صفر رو بذارین این باز میشه صفر صفر. پس باید ازش هوپیتال بگین. هوپیتال چی بود؟ مشتق صورت به مشتق مخرج. خب بگیر مشتقو. مشتق مخرج 2x. صورت ببین هی توان میندازی پشت اینو از توان کم میکنم. توان میندازم پشت اینو از توان کم میکنم. 21x هم که برابر میشه با چند؟ 21. حالا صفر رو میذارم باز میشه صفر صفر. دوباره هوپیتال. دوباره مشتق صورت روی مشتق مخرج. مشتق صورت ببین 11 که ضریبه، 10 توان میاد پشت میشه 11 ضرب در 10 توان شد 9. این یکی رو ببین 10 ضریبه 9 توان میاد پشت یه دونه توان کم میشه تقسیم بر 2. حالا اگه من 0 رو بذارم این جفت پرانتزا میشن 1. این میشه 110 تا، این میشه 90 تا، میشه 200 تقسیم بر 2 100. پس ببینید واقعا روش هوپیتال برای رفع ابهام صفر صفرم هیچ کاری نداره.
بعدی رو ببینید. گفته اگر لیمیت x به سمت 3 ax به اضافه b رو x درنای رادیکال x به اضافه 6 باشه 6 پنجم، مقدار b چقدر است؟ توجه کنید ما این حد دو داریم. این بار طراح اومده برعکس، حاصل حد رو به ما داده، مجهول تو صورت گذاشته. ما قدم اولمون اینه که جایگذاری کنیم. بالا میشه 3 ای به اضافه b، پایین میشه 0. حالا دوست خوبم قشنگ به من گوش کن، اگه بالا عدد بود پایین 0، عدد رو 0 میشد بی‌نهایت، این شده 6 پنجم. پس بنابراین بالا عدد نبوده، بالا هم چند بوده؟ 0. پس اولین چیزی که به دست میاریم اینه که بالا هم 0 بوده که 0 0 روم باشه، رفع ابهام شه بشه 6 پنجم. حالا که 0 0 روم داریم، تنها رایی که بلدیم هوپیتاله. هوپیتال چی بود؟ مشتق صورت به مشتق مخرج. من میام مشتق گیری ها رو انجام میدم، بالا که میشه آ، پایین میشه 1 منه 1 روی 2 تا رادیکال x به اضافه 6. شما لطف کن 3 رو جایگذاری بکن، اگه 3 رو جایگذاری کنی 3 و 6 میشه 9، رادیکال 9 3 3 2 تا 6 تا، یعنی میشه آ روی 1 منه 1 6 مساوی 6 5. پس میشه آ مساوی با 1، آ در اومد 1، بذارش تو این رابطه میشه 3 به اضافه b مساوی با 0. پس b هم به نصف میاد برابر با منفی 3. یعنی من هم a رو حساب کردم هم b رو حساب کردم. برای اینکه اینو بهتر بفهمید سوال بعدی رو خیلی با دقت نگاه کنید. ببینید گفته اگر لیمیت x به سمت 1 ax به اضافه bx به اضافه c تقسیم بر x منهای x به اضافه 2 مساوی 3 باشد، حاصل a به اضافه b منهای c چقدر است؟ باز دوباره این داده مسئله است. دوباره ببین حاصل حد دو داده، مجهول توی صورت سوال گذاشته. من اگر بیام اینجا جایگذاری کنم بالا میشه آ به اضافه بی به اضافه سی، پایین چی میشه؟ صفر. میشه عدد روی صفر جوابش بشه سه؟ نه، باید بشه بی نهایت. وقتی الان شده سه یعنی اینکه صورت شده صفر، بوده صفر صفرم. پس اولین چیزی که من میفهمم اینه که آی به اضافه بی به اضافه سی باید بشه برابر با چند؟ صفر. این اولیش. حالا که صفر صفرمه، من میام یه رفع ابهام، یه هوپیتال. هوپیتال چی بود؟ مشتق صورت به مشتق مخرج. من میام مشتق صورت رو میگیرم 2 ایکس به اضافه بی، مشتق مخرج رو میگیرم 3 ایکس 2 منهای 3. دانش آموز میگه خب آقا جایگذاری کنیم. میگم بله جایگذاری کن. یک رو میذاره بالا میشه 2 به اضافه بی، یک رو میذاره پایین ا شد صفر. باز اگه این عدد بود رو صفر جواب میشد بی نهایت، اما جواب شده چند؟ سه. پس بنابراین از اینجا هم این نتیجه رو میگیرم که دعای به اضافه بی هم صفر. خب پس باز یه صفر صفر رو داریم. ببینی این دوتا رو ما الان داریم و یک حد صفر صفر رو، دوباره هوپیتال، دوباره مشتق صورت به مشتق مخرج. اگر این کار رو انجام بدیم بالا دعا پایین 6، اگه یک رو جایگذاری کنیم به این نتیجه میرسیم. اینجا طرف این وسط این گون دعا میشه 18، پس آ چند در میاد؟ 9. پس من به دست میارم آ 9. حالا 9 رو بذارم تو رابطه دوم، 18 به اضافه بی میشه 0، پس بی چند در میاد؟ منفی 18. و اگر آ و بی رو تو رابطه اول بذاریم سی به دست میاد برابر با 9. حالا طراح چی خواسته؟ آ به اضافه بی منهای سی جایگذاری بکنی 9 منهای 18 منهای 9، جواب میشه منهای 18.